به دنبال لغو معافیت‌های اتمی رژیم آخوندی توسط آمریکا، سناتور تد کروز، عضو ارشد سنای آمریکا و نمایندگان کنگره ماریو دیاز بالارد و لیز چینی از این اقدام دولت ترامپ حمایت کردند. سناتور تد کروز نوشت: امروز دولت یک بار برای همیشه گامی حیاتی به سوی پاره کردن توافق اتمی فاجعه بار اوباما با ایران برداشت. آمریکا باید نهایتاً به آنچه از توافق اتمی به رژیم ایران رسیده است پایان دهد. جوزف لیبرمن، رئیس اتحاد علیه اتمی شدن رژیم ایران و مارک والاس، مدیر اجرایی آن، با صدور بیانیه اعلام کردند این معافیت‌ها امکان پیشرفت برنامه اتمی رژیم ایران را از طریق همکاری با شرکت‌های چینی و اروپایی و روسی فراهم کرده بود و مسیری برای این رژیم فراهم می‌کرد که خطرناک بود.